درود بر شما یاران و همراهان عزیز با برنامه دیگری از سری برنامه های دریچه رو به آگاهی در خدمت شما هستیم. این برنامه توسط کمیته پژوهش در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آماده و تهیه شده. موضوع برنامه امروز آزادی بیان محدود یا نامحدوده که طبق روال همیشه این موضوع رو با مهمانان و کارشناسان عزیزمون مطرح میکنیم و بررسی خواهیم کرد. مهمان اولمون جناب آقای مانا نیستانی، هنرمند و کارتونیست و سرکار خانم دکتر رها ثابت هستند، با محقق بین رشته‌ای در علوم اجتماعی، سیاسی و مطالعات دینی. خب آزادی بیان تا چه اندازه‌ای میتوان محدود کرد یا به محدود کردن آن تن؟ جناب آقای نیستانی، با توجه به اتفاقاتی که در دهه‌های اخیر پیش اومده و با توجه به طور مثال کاریکاتورهای دانمارکی یا همین موضوعاتی که اخیراً پیش اومده که البته قدیمی هست، اما اتفاقی که افتاده برای ترور آقای سلمان رشدی، نظر شما نسبت به این که در آزادی بیان آیا با توجه به این مسائل که به عنوان توهین به مقدسات دینی تلقی شده، آیا باید محدودیتی ایجاد بشه یا خیر؟ خوشحال میشیم که نظر شما رو بشنویم. خواهش میکنم. البته میدونی این بحثاش وقت سر و ته نداره، آدم میشه وقتا به نتیجه قطعی کامل نمیتونه برسه، بسیار مسئله پیچیده و حساس هست. خود من هم نگاهم و نظرم در طی این دو سه دهه خیلی تغییر و تحول پیدا کرده، لااقل در خیلی از نکات جور دیگه فکر میکردم، جور دیگه الان فکر میکنم. رویکرد کلی من اینه، به عنوان کسی که اهل قلم هست، کارش کشیدن هست و گهگداری نوشتن، سمت و سوی ما باید به سمت آزادی نامحدود باشه. من به آزادی نامحدود اعتقاد دارم و البته به امر توهین به مقدسات هم معتقد نیستم در کار، یعنی خیلی این مسئله رو نمیفهمم، چون هر کسی، هر گروهی، هر دسته میتونه برای خودش مقدساتی داشته باشه. آدمیزاد موجودی است طاووساز که میتونه که ساده ترین چیزها رو تبدیل به مقدسات بکنه. مرزش کجاست؟ حدش کجاست؟ 1,000,000 نفر اگر جمع بشن و بگن که ما همگی طرفدار، فرضاً میگم، خانم لیدی گاگا هستیم، ایشون مقدس ما هست، نباید راجع به ایشون حرف بزنی، کار بکشی، کاری بکنی، آیا ما باید بپذیریم به عنوان مقدسات جدید؟ اینه که لااقل برای در حالا به صورت مشخص بخوام صحبت کنم روی کار هنر و نوشتن و نویسندگی و کتابت، من اعتقاد دارم که چون این چیزی وجود نداره، در زمین باید اجازه داد هر کسی اون چیزی رو که میخواد بنویسه و بگه و آزاد باشه. سپاسگزارم از شما. خانم بجان بفرمایید. من فکر کردم که من ایزندگی مافتر باشید همین سوال رو با خانم ثابت هم درمیون بذاریم و نظر ایشون رو هم در این باره بدونیم و ببینیم که نظر ایشون در مورد مقدسات دینی چه تا کجا میتونن محدود کننده باشن در واقع. خیلی ممنون. من احساس میکنم یعنی شاید بیشتر از اون چی که احساس میکنم یعنی احساسی که میکنم برگرفته از نه فقط مطالعاتی هستش که در حال حاضر موجود هست، بلکه به خاطر تجاربی هستش که بشر در حالا بگیم دهه های اخیر انجام داده. مفهوم یا کلمه یا آزادی به شکل خیلی مبهمی مرتبا تعریف شده از طرف مکاتب مختلف فلسفی، حتی از طریق ادیان مختلف، مکاتب سیاسی، حتی از طرف هنرمندان یا کسانی که فعالین حقوق بشر یا حقوق مدنی هستند. بنابراین خود واژه یا مفهوم یا کلمه آزادی همیشه نه تنها یک کلمه پرمعنا و پر اهمیتی بوده، بلکه خیلی هم چالش برانگیز بوده.
این که انسان یکی از دو تا اولین حقوقی که داره، یکیش حق حیاته و یکی دیگه حق آزادی، در این هیچ شکی نیست. اما این که بگیم که انسان آزادی نامحدود داره، به نظر میرسه که با قواعد و قوانین حتی طبیعت هم نمیخونه. یه مثال خیلی کوچک من دوست دارم بزنم و اونم این هستش که ما وقتی درباره حیوان صحبت میکنیم، یک آزادی نامحدودی داره، به این دلیل که یک غرایزی داره و بر اساس اون غرایز و طبیعت خودش هر اون چه که میخواد انجام میده. ولی هر اون چه که میخواد انجام بده دقیقا مطابق با همون چیزی هستش که واقعا میتونه انجام بده، نه بیش از اینه نه کمتر از اونه. ممکنه که به وسیله انسان و یا کاری که انجام میده انسان اون رو محدودش کنه، ولی در واقع تمام اون چه که یک جانور، یک حیوانی میتونه انجام بده، تمام اون چیزیه که قادر هست. ولی درباره انسان این متفاوت میشه. انسان در حالی که دارای یه سری طبیعت و غرایزی هست، ولی در این حال هم میتونه اونها رو کنترل کنه. مثلا شما ببینید، هم انسان و هم حیوان هر دو دارای غریزه خوردن هستند و این طبیعت خوردن بخشی از حیات واقعی اونها، زندگی واقعی اونهاست. حیوان یه مقدار مشخصی میخوره و میشینه کنار، حتی اگه بیشترم بذارن جلوش دست نمیزنه و میره کنار. در مورد مواد غذایی هم که میخوره اصولا تغییری به وجود نمیاره، ولی انسان نگاه کنید ببینیم که چطور در طول تاریخ نه تنها غریزه خودش رو برای خوردن غذا تغییر داده، یعنی از دانه ها و گیاهان به سمت گوشت اومده و حتی چاشنی هایی که اضافه کرده، بعدها رنگ ها، تنوعی که آورده، یعنی که انسان این توانایی رو داره، این اختیار رو داره که از طبیعت و غرایز خودش رو کنترل کنه. بنابراین دارای این توانایی یا این اختیار هست و این اراده هست که بتونه از اون چه که بهش داده شده فراتر بره. اما و این به خاطر قوای عقلی هستش که داره. اما در همینجا یه نکته باریکی هست، یعنی اگر انسان در همینجا با حیوان مشترک قرار بگیره، مساوی قرار داده بشه و به نوعی ببینیم که خب اون هم هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، در واقع یه جایی هر کاری دلش میخواد انجام بده نه به نفع خودش تموم میشه و نه به نفع کسانی که اطرافشن. باز برمیگردم به موضوع غذا. اگه انسان بگه من هر چقدر دلم بخواد و هر جوری که دلم بخواد میخورم، هیچ کسی بهش هیچ کاری نداره، میگن باشه. ولی در نهایت اونی که این آزادی نامحدود او رو در واقع اسیر میکنه، خود اون انسانی هستش که دچار یه بیماری های مشکلاتی میشه. نه تنها خودش دچار یه سری بیماری ها میشه، یعنی به خاطر اون بیماری آزادی خوردنش از بین میره، مجبور کنترل داشته باشه به خوردنش، نه فقط به خودش بلکه به یه نسلی هم که از او به وجود میاد، یعنی یه سری تغییراتی در اون نسل هم به وجود میاد که مثلا ممکنه دیگه اون نسل هم مثلا مثل بیماری دیابت یا چیزای شبیه به این، حالا اگه به علم نگاه کنیم، و یا حتی جامعه‌ای که داره باهاش زندگی میکنم دوچاره، یعنی اختلالی که به وجود میاره این اون چیزی که نباید بخوره. مثلا حالا من درباره غذا صحبت کردم، ولی میتونیم درباره مثلا مواد خطرناکی که استفاده میکنه انسان و خودش و روابط اجتماعیش رو تغییر میده. جمله این قسمت رو با این موضوع میخوام تموم کنم که آزادی انسان اگر بخواد واقعا حفظ بشه، باید با علم، دانش علمی، یه سری قوانین و یه سری موازین اخلاقی محدود بشه، وگرنه اون آزادی نامحدود خودش بند و اسارت و قید به وجود میاره برای انسان. با همین منطقی که درباره قضا زدم، شما درباره مثالای دیگه هم میتونید فکر بکنید. حالا در جای خودش میتونم در این باره هم صحبت کنم. به نظر میرسه که بنابراین اگر انسان میخواد آزادیش محدود نشه، باید به وسیله علم یا به وسیله قوانین و یا به وسیله موازین اخلاقی یا قوای معنوی که حالا بیشتر به مدیتیشن معروف میشه یا چیزای امثال این که امروزه خیلی متداول هست، بتونه تا یه اندازه محدود بشه.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای نیستانی، با توجه به این صحبتهایی که الان شد، اگر که بخوایم بگیم کسانی که، حالا من خودم به شخص نظرم این نیستش که علیه مقدسات هنر تولید میکنن یا مینویسن، واقعا نظر من این نیست که علیه باشه، میتونه یک نقد باشه، اما در واقع در دامنه سیاست ممکنه قرار بگیره و حالا به عنوان توهین به مقدسات یا هر چیز دیگه برداشت بشه. اما گفتمان این کسانی که در واقع این کار رو انجام میدن، گفتمانیه که توی این برهه زمانی، توی این چند دهه در واقع منجر به حالا یک سری فجایع شده. حالا یک اشاره هم بخوایم بکنیم، مثل حالا بریدن سر اون معلم فرانسوی که بود، آیا میتونیم در واقع بگیم از این طریق میتونن این افراد، یعنی با این گفتمان، حد تحمل آزادی بیان رو بسنجن؟ آیا این شدنی هست یا خیر؟ نه، به نظر من خیلی خیلی منطق خطرناکی، شبیه توجیه طرفداران حجاب اجباری هست. میگه خب حد تحمل و توان شهروندان ما و مردان ما پایین هستش و اگر شما با حجاب کم وارد این اجتماع بشید، ممکنه به شما تعرض بکنم و تقصیر خودتون خواهد. اینکه یه بابایی تحملش کم هست و چاقو برمیداره حمله میکنه به سلمان رشدی، البته طبق فتوا هرچ، یا اینکه بنابر تشخیص خودش احساس میکنه که شما حجابت رعایت نکردی، داره گمراهی کشیده میشه، بعد بیاد به شما تعرض بکنه و شما مقصر باشه و بعد این حد قانون رو بسازه، به نظر من خیلی منطقی و معقول نمیاد. با حرف خانمم بسیار در زمینه اعمال انسانی و رفتار انسانی موافق هستم. مسلما حد آزادی آدم ها حقوق همدیگه است که نمیشه پایمال بشه، لیکن در مورد اندیشه من جور دیگه فکر میکنم. ما باید اجازه داشته باشیم که مرغ اندیشه رو به پرواز در بیاریم. حالا ممکنه که بگیم که هر جایی مکان گفتن هر مدل سخنی نیست. شما در یک روزنامه با یه رویکرد خاص، یه مدلیت خاص، هر چیزی رو منتشر نمی کنید. یه سری از جریانات حضور دارن ندارن، ولی معنیش این نیستش که جریانات دیگه و متفاوت اصلا در کل جامعه حضور نباید داشته باشن و نباشن. نه، اونها هم جایگاه های خودشون دارن. من میتونم باور، یعنی این باور دارم که برای تمام تفکرات باید جایگاه خودش و جای خودش وجود داشته باشه، ولی این که بگیم نه تفکری اساسا نباید بیان بشه، به اعتقاد من خطرناک است، به اعتقاد من یک جور معطوب کننده است. برای اینکه من دقیقا نمیدونم قرار استانداردهای کدوم محاکم بشه برای اینکه حدود آزادی بیان و اندیشه ما رو مشخص و مقرر بکنه. اون کسی هم که در جمهوری اسلامی نشسته برای خودش استانداردهایی داره دیگه، میگه اینا رو نباید بگین، این خطوط قرمزه. کسی دیگه که خارج از کشور نشسته یا داخل کشور، اون استانداردها رو قبول نداره، استانداردهای خودش رو حاکم میدونه، اونم احتمالاً فکر میکنه اگر خلاف اینها گفته بشه، حالا این استانداردها میتونه اصول فمینیستی باشه، اصول نمیدونم هر چیزی، میتونه تو این جایگاه قرار بگیره. اگر علیهش گفته بشه، اگر خدشه‌دار بشه، این پذیرفته نیست. هر اثر هنری، هر کار فکری که احساس بکنه که این رو خدشه‌دار کرده رو میدونید غیر مجاز بدونه برای ارائه شدن، این به نظر من خطرناکه. به اعتقاد من اندیشه‌ها باید بیان بشن و مورد نقد قرار بگیرن، نه اینکه در بس پذیرفته بشن. سپاسگزارم از شما. سگا خانم ثابت عزیز، نظر شما رو هم بشنویم لطفا. بله، من فکر میکنم خود کلمه مقدسات یه چیزیه که خیلی دستکاری شده، یعنی اگه واقعا نگاه کنیم از اون چیزی که مفهوم اصلیش بوده به قدری تعبیر و تفسیرات مختلف و بیشتر مادیگرایانه، یعنی مقدس معابی که امروز وجود داره بیشتر یک تفکر کنترلگر مادیگرایانه پشتش هست تا ابعاد معنوی و روحانی که مثلا در ادیان مختلف یا در عرفان بخوایم اون، یا حتی در چه در عرفان شرقی چه در عرفانهای دیگه بخوایم نگاه بهش بکنیم.
به نظر قدری که من متوجه این موضوع میشم، وقتی که ما درباره اعتقادات خیلی قوی مذهبی از هر دیانتی میخوایم صحبت بکنیم، حتی وقتی که به تاریخ ادیان نگاه میکنیم، هر یک از این به اصطلاح پیامبرانی که برای هدایت بشر اومدن با یه سری اصول پیغمبر قبل از خودشون موافقت کردند. مثلا اینکه یک خالقی برای این جهان وجود داره، مثلا اینکه یه سری احترام به والدین، یکی یا مثلا اینکه دزدی نشه، یا یه سری قوانینی برای ازدواج و غیره و غیره. میخوام بگم که یه سری اعتقاداتی وجود داره که دست نمیخوره و مرتبا تکرار شده و تایید هم شده، ولی یه سری قوانین دیگه وجود داره که بنا به روزگار عوض شده و خیلی هم ربط داشته به رشد فکری زمانی که اون حالا اون پیغمبر یا هر کسی که راهنما بوده به ظاهر شده. اما این وسط اون چیزی که قابل اهمیت هست و آقای نیستانی هم بهش اشاره کردن اینه که بشر همواره آزاد بوده که اون طوری که خدا رو میفهمیده بفهمه. هر فردی حتی مثلا اگر ما برگردیم به کتاب مقدس مسلمانان قرآن، میبینیم در اونجا هم این آیه هست که هر انسانی میتونه خدا رو به روش خودش بشناسه. بنابراین یا این خود همین به شکلی همین عبارت در کتب مقدس انجیل یا کتب ادیان دیگه هم میتونیم ببینیم، اشارا یا هندوها یا بودایی‌ها یا بهایی‌ها یا هر کس دیگه که فکر کنیم. اما نکته مهم اینه که ما اجازه نداریم، یعنی آزادی اندیشه ورای اون چیزی که هست، چون هر کسی راه رشد معنوی خودش رو خودش طی میکنه و هیچ کس اجازه نداره به دیگری بگه تا اینقدر برو یا اینقدر نرو یا کجا برو. اما این که همدیگر رو محدود میکنیم، علتش این استش که ما متوجه این نیستیم که نمیتونیم خردورزی فرد رو کنترل کنیم. وقتی خردورزی افراد رو کنترل میکنیم، اون موقع تکفیر جلو میاد، اون موقع در واقع رد و جدل به وجود میاد، اون موقع اجازه به خودمون میدیم که کنترل کنیم عقاید دیگران رو. و اصولا در یک همچین جامعه ای که اسمش آزادی مطلق وجود داره و به همه افراد اجازه میدن هر چقدر دلشون میخواد فکر بکنن، این تصور هم به وجود میاد که من میتونم دیگه با دیگری هم به جدل بپردازم یا او رو رد و تکذیب کنم یا حالا من کاری به قبولش ندارم، ولی جدل کنم برای اینکه بهش بگم تو غلط میگی یا درست میگی بر اساس استانداردهای خودم. اینجا هستش که مشکل به وجود میاد، چون همونطور که اشاره شد هیچ کس نمیتونه بگه استاندارد من درسته و هیچ گروهی هم اجازه نداره بگه استاندارد من درسته، چون همه ما انسان ها در حال رشد هستیم، مخصوصا وقتی در مورد موضوعات معنوی هست، مال هر دینی میخواد باشه. اسم مقدسات اینقدر دستکاری شده که خیلی از مردم عادی بدون اینکه اندیشه کنن به اسم مقدسات که میرسن احساس گناه بهشون دست میده و چون نمیخوان گناه بکنن در واقع یه چیزی رو قبول میکنن یا یه چیزی رو رد میکنن، ولی در واقع احساس گناه کردن هم به نوعی در واقع محدود کردن تفکر روال اندیشیدن هست. انسان بالغ اصولا احساس گناه نمیکنه، بلکه احساس میکنه که اون چه که تا به حال میاندیشیده احتیاج داره که به یه دامنه وسیع‌تری برسه. اگر احساس گناه میکنه یعنی داره این فهمی که من متوجهش میدم، حداقل در انسان بالغ داره خودشو محدود میکنه به یه اندیشه و این وقت مغایر با آزادیه که ما داریم صحبت میکنیم. بنابراین اینطوری میخوام تموم بکنم که وقتی ما از مقدسات صحبت میکنیم یا کسی از مقدسات صحبت میکنه، اولین سوالمون ازش این باشه که چی داره تعریف میکنه، چی رو داره مقدس میدونه، با چه استانداردی اون موضوع رو مقدس میدونه. بعد این باعث میشه که مردمی که شنونده این مطلب هستن شروع میکنن به پاسخ داد به فکر کردن. مثلا اولین چیز باید اینطوری درباره حداقل آقای سلمان رشدی باشه که چه چیزی رو ایشون مورد سوال قرار داده که مخالف با مقدسات اسلام بوده. اگه واقعا این موضوع سوال میشد، اون موقع همه افراد متوجه میشدن که ایشون یه اندیشه رو مطرح میکنه و اصلا ربطی به مقدسات نداشته که بخوایم با موضوع مقدسات گرهش بزنیم.
البته این کاملا نظر شخصی من. ممنون. ببخشید من بعد دقایقی متاسفانه افتادم بیرون از اتاق، ولی طبق صحبتی که خانم ثابت انجام میدم و من برداشت شخصی خودم که الان چه بحث قبلی این بود که آزادی بیان در واقع نامحدودش منجر به هرج و مرج میشه، یه چیز از کنترل خارجی انگار که این مناسب نیست. اما راهکار به نظرتون چیه؟ یعنی چجوری میتونیم ما جلوی این اتفاق رو بگیریم، یعنی هم آزادی بیان وجود داشته باشه هم اون هرج و مرجی که بعد اون اتفاق بعده که هممون میدونیم راجع به چی صحبت میکنیم نیفته؟ آیا به نظرتون اصلا ممکنه اینها در موازات همدیگه قرار بگیرن یا یه جای همدیگه رو قطع میکنن؟ اگر نظرتون رو بگیم ممنون میشم، چون من برداشتم این بود از حرفاتون که این نامحدوده مساویه با هرج و مرج، ولی طبق صحبتی آقای نیستانی کردن آقای نیستانی میگن که اگه همه ی اندیشه ها بیان وسط و حرفتون رو بزنن مورد انتقاد قرار بگیرن، حالا یه سریاتون اصلاح میشن یا کنسل میشن باید بردش بدن یا از بین میرن یا نه منجر به رشد میشه، ولی این که ما بیان استاپشون کنیم بگیم نه شما نامحدودین و اجازه ارائه نداریم، این آیا منجر به اون چیکون هرج و مرج توش نیاد یا باز دوباره میرسم به حرف خودم این موازیه آیا اصلا وجود خواهد داشت یا نه این دوتا موضوع یه جای همدیگر فرق میکنن؟ ببینید بازم برمیگردم به انسان بالغ، من کاری به اون چی که شرایط کنونی یعنی جو خیلی استعمارگرایانه فکری که در حال حاضر در دنیا وجود داره ندارم. میخوام بگم شاید بالاتر از یا پر اهمیت تر از آزادی بیان، امروز اگه آدم ها میخواستن فریاد بزنن و حق طلبی بکنن باید طلب آزادی به دسترسی به دانش رو میکردن. چون دانش کنترل میشه، چون گزینه روی میز گذاشته میشه برای افراد، چه از دانش چه از اطلاعات، تبلیغات به شدت فعاله. تبلیغاتی که به هر شکلی یک نوع مکتب، یک نوع فلسفه، یک نوع ایده، یک نوع نظریه رو میذاره رو میز و شما یه دفعه نگاه میکنید نه تنها رسانه ها بلکه حتی اندیشمندان، حتی سیاستمداران در یه موضوع خاصی شروع میکنن صحبت کردن. یعنی اینکه آزادی اندیشیدن و آزادی تفکر کردن از انسان سلب شده. اولین سوال اینه، گزینه میذارن، شما تو این گزینه ها آزادی هر چی رو میخواید انتخاب بکنید، ولی اولین سوالی که من بالغ باید بپرس، انسان بالغ باید بپرسه اینه که آیا من دسترسی به اون دانشی که اون فرد گزینه برای من کرده دارم یا نه؟ ندارم. جوابش اینه که ندارم. بسیاری از مردم دنیا حتی در بهترین حالتش اگر اسکالر هم هستن دسترسی به اون یک سری از دانش ندارن. دانش هم محصور شده در دست یه سری آدمایی که قدرت دارن. چرا؟ چون اگر اینطور بود، اگر ما آزادی دسترسی به دانش داشتیم، آزادی بیان هم به معنای واقعی خودش یعنی ارائه اندیشه ها اونطوری که اشاره کردید و آقای نیستانی هم اشاره کردن اتفاق می افتاد و ما انسان ها بالغانه با اندیشه های یک دیگه روبرو می شدیم. درسته؟ یعنی سعی کردیم بشنویم و اگر یه چیزی بهتر از اندیشه من هست اون رو قبول می کردم. و اگر نمیتونم درباره یه اندیشه دیگه صحبت بکنم وجوه مختلف یک حقیقت مشخص میشد. ما چون برامون غالب به نظر من اینجوریه، دنیای مادیگرایانه و استعماری امروز به لحاظ دانشی دارم میگم استعماری، چون دانش رو برای ما گزینه گزینه میذاره روی میز، ما در بین اینا انتخاب میکنیم و تو اینا با همدیگه شروع میکنیم میگیم مال من بهتر از مال تو و اسمش هم میذاریم انتقاد. به خاطر همین با هم درگیر میشیم، وگرنه اگر واقعا به دانش حقیقی دست داشته باشیم، دانش حقیقی مجموعه از تفکرات مختلفه. چنانکه شاید چند قرن گذشته هم همینطوری بود، بعد که خواستن قابل کنترلش کنن اینطوری شاخه 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 شده تا اومده اینقدر چی میگن فرگمنت شده که دیگه اصلا نمیتونیم بفهمیم چجوری اینا به هم وصل میشن. این نگاه من. البته بله، راستش اگر ما دنبال این هستیم که یه نظم و آرامش و
هماهنگی کاملی در تبادل افکار ابنای بشر به وجود بیاد، هیچ همچین چیزی وجود نخواهد اومد، نبوده و نخواهد بود. اصلا خاصیت بحث صحبت کردن مکالمه همینه، اینه که آدم ها خیلی جاها حرف هم دیگر نمیپذیرن، دچار سوء تفاهم میشن، به خطا میرن، آزمون خطا، نمیدونم، به تیپ و تاپ هم میزنن. من با هیچ کنون مشکل ندارم و البته اطلاعاتی هم که فرمودن من ندارم، من خبر ندارم که کیا علم و در انحصار خودشون در آوردن، نمیزنم در اختیار همه قرار بگیره، ولی اینو دیدم که حتی خیلی از افراد جامعه جهانی، منظورم است نه فقط جامعه ایران، در عین اینکه مسلمات رو هم در دستشون هست خیلی وقت زیر بارش نمیرن، یعنی حتی حاضر نیستن قبول کنن که زمین گرده، در حالی که اینو دیگه کسی طبقه بندی و قایم نکرده جایی. یعنی بالاخره همیشه یه مقاومت و فشاری در برابر واقعیات و مسلمات وجود داره، لیکن بشر از ابتدا مشغول بحث و جدل بوده و از لابلای همین بحث و جدل ها و از لابلای همین دعوا ها و مناظره ها خیلی نقاط روشن شده، خیلی راه ها باز شده و پیشرفت ها صورت گرفته. مسئله اینه که اجازه این گفتگو داده بشه، جلوی این گفتگو گرفته نشه. من از هم نکته که لاقل در دانش و در اطلاعات من هست و ازش خبر دارم و بهش معتقد هستم اینه که این اجازه داده بشه که این آزمون و خطا صورت بگیره، این دعوا به این مشکل از جایی به وجود میاد که ما حالا درست یا غلط به خود خانم از دو تا منظر متفاوت با دو تا استاندارد متفاوت نگاه میکنیم، حرف هم دیگر نمیفهمیم، یا اینکه حرف هم دیگر میفهمیم، به یه جایی دچار سوء تفاهم میشیم و به دنبال اون یا دست به اسلحه میبریم یا شروع میکنیم به سرکوب کردن همدیگه یا آزادی همدیگه رو محدود میکنیم. ببینید اینجاست که مشکل ایجاد میشه. من خیلی کار ندارم که شما اهل چه مذهبی هستید، میدونید من چی میگم، احترامی قائل نیستم به اعتقادات مذهبی. شما میتونید به اعتقادات من هر چی هست احترام قائل نباشید، اصلا مهم نیست. برای من مهم اینه که به عنوان شهروند جامعه برای حقوق من احترام و ارزش قائل باشید، برای آزادی بیان من احترام و ارزش قائل باشید، برای حقوق شهروندی من آزادی و احترام قائل باشید. این موضعی که من دارم، شما اگر بهایی باشید، من هیچ علاقه به عقیده بهاییت شما ندارم، باورشم ندارم، رو کراس میگم، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، اما نمیتونم تحمل کنم که به عنوان یک شهروند به خاطر اعتقاد به بهاییت شما از حق تحصیلتون، از برابری با دیگر افراد جامعه، از تمام حقوق حقی خودتون محروم بشید. اینجاست که مشکل ایجاد میشه، اینجاست که هرج و مرج واقعی هست و این قابل کنترله. این بخشی از ماجراست که به اعتقاد من میشه کنترلش کرد، میشه بهش نظم داد، ولی این که یه هارمونی متعالی و عالی در تبادل اندیشه ایجاد بکنه که هیچ چیزی ایجاد نشه، همه گفتمان ها گفتارها خیلی پاک و ترتمیز انجام بشه. وقتی ما از آزادی صحبت میکنیم، به خواه ناخواه بعضی از یه بخشی از این ماجرا آزادی گفتن صحبت ها و حرف هایی است که کیفیت هم ندارند، کیفیت ندارند، مبنا هم ندارند، ولی گریزی نیستش برای اینکه حد مشخص کردن براش بسیار مشکل دشوار هست. ولی یه چیزی رو مطمئن هستم، وقتی در مسائل تخصصی داریم صحبت میکنیم، حتی اگر فرض رو بریم بزنیم که همه آزاد هستیم، نظر ما یک ارزش نداره و این خیلی فرق میکنه. اینکه همه ما حق اظهار نظر آزاد داریم معنیش این نیستش که الزاماً ارزش یکسانی داشته باشه. کسی که 10 سال تحصیل پزشکی کرده، وقتی راجع به امر پزشکی نظر میده، خود نظری که بنده میدم به عنوان کسی که هیچ آشنایی نداره، در یک سطح قرار نگرفته، اون یه حوزه جداگانه است. من نظر خودم میتونم بدم، اما نظر من نمیتونه در این حوزه تعیین کننده باشه و صاحب ارزش زیاد باشه، برای اینکه امر تخصصی است. اگر اجازه بدید من میخواستم یه سوالی از آقای نیستانی بکنم. اگر که ما نگاه کنیم ببینیم دنیا حداقل توی مثلا دو سه دهه گذشته بر همین منوالی که شما گفتید رفته، یعنی افراد سعی کردن اندیشه هاشون رو بگن و نقد کنن و حتی خیلی بی‌پروا به همدیگه بپرن، دعوا کنن به قول شما،
آیا نتیجه داد؟ آیا واقعا باعث شد که حقیقتی معلوم بشه؟ آیا باید نتیجه خاصی میدادی به حقیقت مشخصی میرسیم؟ من فکر میکنم پیشرفت بشری در گروه تر شدن نظرها، اندیشه ها و این تبادل آرا هست. قرار نیست ما به نتیجه خاصی برسیم. اون جایی من میتونم بگم که گمراه شدیم و به نتیجه نرسیدیم. یک سری شروع کردن فتوا دادن، یک سری دیگه شروع کردن تهییج کردن و یک سری شروع کردن شانتاژ کردن و گفتن که اگر فلان حرف و فلان حرف بزنید ما دشته برمی‌داریم سر شما رو می‌بریم. و یه گروه دیگه هم شروع کردن به ساکت کردن که خب باید متحمل، باید هیچی نگیم تا این گروه ناراحت نشه. به نظر من ما وارد یه چرخه باطلی به این شکل افتادیم. چرخه دو تا باطلی موضوع که... هست فکر میکنم. موضوع اول این هستش که بله افراد اجازه دارن که اندیشه هاشون رو بگن، این یه موضوعه که هیچ کس هم باشش مشکلی نداره. اما موضوع بعدی اینه که وقتی ما به اندیشه های همدیگه گوش میدیم، آیا باید تیشه به ریشه اندیشه همدیگه بزنیم، با دعوا کردن بخوایم ثابت کنیم که چی درسته کی غلطه، چی گفته؟ این سوال من اینجا بود. میتونیم تیشه برداریم به ریشه اندیشه طرف هم بزنیم، ولی دعوا نه، لزوم نداره که دعوا بکنیم. اگر این تیشه که برداشتیم مبنای منطقی داشته باشه، مبنای استدلالی داشته باشه، بسیار هم درست. ببین یه چیزایی داره اینجا میخوام قاطی نشه. وقتی من از آزادی تبادل نظر و اندیشه میگم، منظورم این نیستش که برای خودم یه سری اصولی ندارم، یه سری مبانی برای بحث ندارم و بهشون اعتقاد ندارم. سوال این هستش که آیا اعتقاد دارم که این اصول و استانداردها باید تبدیل به قانون بشه؟ یعنی هر کس اینها رو رعایت نکرد یه جریمه ای داره، یه جرمی داره، باید از صحنه مثلا مکالمه حذف بشه یا نه. این یه مقدار به نظرم مسئله حساس تری هست. وقتی به قدر و قم و حذف میرسه به نظر من یه ذره باز دوباره اینجا باز دوباره دو تا قسمت میشه. یه وقتی هستش که من فکر میکنم به همون اندازه که شما دارید فکر میکنید که حرفتون رو منطق و اصول و روی قوانین داره میره جلو، به همون میزنم باید فکر کنید نفر مقابلتون داره اینجوری فکر میکنه، درسته؟ بله. همینجا هستش که آدم ها با هم برخورد پیدا میکنن، قبول دارید؟ من اصلا با برخورد پیدا کردن خب مشکلی ندارم. من کاری به این ندارم که شما مشکل دارید یا ندارید، بحثی به این نیست که شما چه نوع تصوری دارید. موضوع اینه که ما چطور میتونیم واقعا آزادی بیان رو تمرین بکنیم به عنوان افرادی که متمدن هستن و افرادی که بالغند. آیا در یه بلوغ و یک رفتار متمدن وار انسان ها وقتی به اندیشه های دیگری گوش میکنن اینجوری هستش که باید مثلا تیشه به ریشه اندیشش بزنن بر اساس یه استانداردی که فکر میکنن درسته؟ اگر همین کاری که الانه داریم فکر میکنیم اشتباه بوده نسبت به آقای سلمان رشدی، به همون نسبت کسانی هم که الان دارن اون موضوع رو با همین شدت تیشه به ریشش میزنن در جهت مخالفش، اونا هم دارن همون کارو میکنن، درسته؟ من خیلی با هیچ کنون مشکل ندارم. مشکل من زمانی هست که فتوا صادر میشه یک کنون از اون طرف ها رو بخون بکشن. اون بخشی هست که من مشکل اجازه نریم توی جزئیاتش. ولی هیچ کس نگفت آقای سلمان رشدی چی گفت. یه عده گفتن غلط کرد، یه عده میگن اونایی که گفتن غلط کرد غلط کرد، ولی هیچ کی نگفت آقای سلمان رشدی چی گفت. من میخوام از همین 4 نفری که 5 نفری که اینجا هستیم بپرسم چند نفر از ما میدونیم آقای سلمان رشدی واقعا در کتابش چی نوشته؟ چند نفر از ما میدونیم شخصیت آقای سلمان رشدی شاید اصلا به علت نوع شخصیتی که داره نوشتارش مورد بحث قرار گرفته؟ اینه که وقتی آزادی بیان و آزادی اندیشه هست، اگه داریم درباره آزادی بیان صحبت میکنیم باید ببینیم تا چه اندازه واقعا ما دانش به دست میاریم، به دست نمیاریم. این بحثه. حالا میخوای بزنیم تو سر کله هم دیگه، باشه بزنیم تو سر کله هم دیگه. این هم اگه قبلا میرفتن تو میدون جنگ میزدن، حالا یه عده نشستن تو اتاق به اسم صاحب فکر میزنن تو فکر هم دیگه. نیست، این راهش نیست. راهش اینه که ما بدونیم اون چی میگه، بعد نگاه کنیم بده داره درست میگه، اونجاشو داره درست میگه، بر اساس چی درست میگه. من از این زاویه نگاه میکنم درسته، آقای نیستانی از اون زاویه نگاه میکنه درست نیست. آها، چون از این زاویه نگاه میکنه درست نیست.
ولی نه اینکه غلط میکنی چرا این حرف رو زد. این راه به جایی نمیبره. ما داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم، درباره حجاب هم همینه، درباره هر چیز دیگه باید ببینیم موضوع چیه. هیچ کس نمیگه موضوع چیه، همه رو دنبال اینه که این غلطه اون درسته، دنبال این بریم دنبال اون بریم، حالا همدیگه رو ثابت کنیم یا بزنیم تو تپوتار همدیگه. همه فکر میکنن این روششه. اونی که دارم تلاش میکنم بگم اینه که تا چه اندازه ما این اون موضوع رو میاریم میذاریمش وسط و میگیم اینه بخونیم، به هر که در حد خودش بخونه بفهمه. این مجهوله و از همین آب گلالود اونایی که دلشون میخواد ماهی میگیرن و حکم صادر میکنن به قول شما برای قتل اون، خفه خون کردن اون، زندانی کردن این، محروم کردن اون یکی از تحصیل. و بعد یه دیگه میشنم میگه من کاری به این که تو چی فکر میکنی ندارم، من حرف خودم رو میزنم. خب ما به کجا میخواییم برسیم؟ این آزادی اندیشه نیست. سپاس خانم دکتر عزیز و جناب آقای نیسانی گرامی. من حالا در این صحبت که شما فرمودین فکر میکنم اگه خب حالا مثلا یک فرد مؤمن در واقع بپذیره یا بدونه که به اسم مقدسات اون یا به اسم اصول دین اون یا حالا کاری که پیامبر اون در واقع و اشخافی که صورت گرفته از این طریق به یک عده ای رو اومدن مثلا حالا چاقو زدن یا تو روز روشن در واقع این کار رو انجام دادن و یا قتل عام کردن، خب میتونه این به لحاظ در واقع اخلاقی یا در واقع اون ملاحظات اخلاقی صورت بگیره که اون فرد مؤمن هم ببینه که یک نفر به خاطر همین اصول دین یا مقدسات اون مثلا تبعید شده یا آواره شده، در واقع بگه که من هم با این مقدسات مشکل دارم. یعنی شاید اون نقطه‌ای که در موردش صحبت می‌کردیم شاید بتونه اینجا باشه که یه ملاحظات در واقع اخلاقی بخواد صورت بگیره که من مؤمن هم بپذیرم که شمایی که یک نقد کردید یا یک انتقاد کردید در مورد این مسئله، اتفاقی که افتاده برای یک نفر که به مقدسات شما مثلا در با توجه به مقدسات شما تبعید شده، آواره شده یا کشته شده یا هر چیزی، اون هم از این طریق بتونه اعلام کنه که این مقدسات من که این باعث این مسائل شده، من هم باهاش مشکل دارم. شاید اون نقطه‌ای که می‌فرمایید اینجا باشه. حالا من نمیدونم، خوشحال میشم باز نظر شما رو بدونم. ببینید باز من فکر میکنم تعریف داره مؤمن. آخه شما به کی میخواید بگید مؤمن؟ همه هر کی خودشو مؤمن میدونه. ببینید خانم دکتر، به طور مثال من میگم، فقط واقعا نظرم راجع به این مسئله نیست، ولی با توجه به اتفاقاتی که افتاده میگم نسبت به همین قضیه مسلمان ها اگر بخوایم این رو حساب بکنیم، که با توجه به همین کتابی که گفتین، واقعا من میدونم بسیار، حتی خدا آقای خمینی هم نخوندن این کتابو و اومدن یک فتوایی دادن برای ارتداد و حکم اعدام و نمیدونم اینجور چیزا، حتی برای شاهین نجفی خواننده از کشورمون. خب و یه عده اومدن. حالا من میخواستم حالا به این قضیه به این صورت اشاره کنم که اگر راجع به اون مؤمن مسلمانی که اتفاقاتی داره توسط مسلمانانی صورت میگیره، از جمله ترورهایی که انجام دادن یا به این صورت، منظور من این بود که باعث شده حالا اون اتفاقات بیفته. ببین بحث بازم برمیگرده بحث به نادانیه. یعنی میخوام بگم این کسی که امروز رفته به آقای سلمان رشدی حمله کرده 20 و چند سالش بیشتر نیست، چندین سال بعد از فتوای آقای خمینی اصلا این به دنیا آمده، درسته؟ بعد یه خود به این موضوع فکر کنیم ببینیم آخه این چی میشه که این اتفاق میفته. بعد جو سیاسی که در حال حاضر هستن بعد نگاه کنیم که داشت چه اتفاقاتی میفتاد. حالا همه اینا یعنی همش هم فقط موضوع این نیست که مقدسات. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که باید خیلی وسیع نگاه کنیم، و وقتی هم که از آزادی بیان یا اندیشه صحبت میکنیم واقعا اول باید ببینیم تا چه اندازه اون اطلاع، حالا دانش هم که نه، بگو اطلاعات سالم در اختیار افراد میذاریم و بعد میبینیم که خب حالا چه تحلیل میکنیم چه اتفاق افتاده. این که نهایتا من با این موضوع برای من خیلی واضح و روشنه
که افراد باید اجازه داشته باشن حرفشون رو بزنن، فکرشون رو بگن، بنویسن، بکشن، فیلمش کنن، هر چیزی، ولی همیشه باید به این موضوع فکر بکنیم که با انجام این کار ما داریم یه اندیشه، یک چراغ دیگه رو روشن میکنیم تو این اتاق تاریک. قرار نیست که هممون با هم یا یه عده‌ای بگن نه این خوب نیست، خفش کنیم این چراغو. نه، هرچه تعداد این چراغایی که روشن میشه بیشتر هست، محیط اون اتاق تاریکی که از نادانی و جهل همه ما انسان هاست، هیچ کسی که عالم مطلق نیست، که این اتاق برای ما روشن‌تر میشه و هر نگاه کردن به اون نور به منزله این هستش که داره چه چیزی رو برای ما روشن میکنه. نه خود نور رو باید بهش حمله کرد، باید ببینیم چه چیزی رو داره روشن میکنه. آیا این چیزی که داره روشن میکنه به نفع و خیر ما هست؟ اگه به نفع و خیر ما هست که همون استفاده کنیم. اگر نیست، به قول آقای نیستانی، ما منطق، همه منطق دارن، نگاش میکنیم میگیم نه این باعث صلاح ما نیست، این خیر بشر نداره توش، این باعث جنگ و جداله، این باعث نفرته، این باعث خشونته. نمیدونم میتونم بگم منظورم یا نه. با اصل اینکه چه چیزی رو اون نور برای ما روشن میکنه دقت کنیم، نه اینکه اون نور رو خفه کنیم ندونیم چی کجا رو روشن کرد برای ما. میدونی خیلی وقتا ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی افتاد، فقط چون همه نورا زرده، ما نور زرد دوست داریم، یه نوری آبی باشه خفش میکنیم، میگیم نمیخوایم آبی داشته باشه. میتونم بگم برای اینکه نور آبی هم داره یه سطحی رو برای ما روشن میکنه. چی میگه اون سطح؟ چه جوری میشه تو نور آبی یه چیز سبز رنگ رو دید؟ میدونی باید اونو نگاه کنیم و اینجا رو باید به نظر من توجه کرد، نه اون که متفاوته. چون متفاوته من گوش میکنم یا گوش نمیکنم. این فکر کنم تونستم منظورم بودم، اگه نگفتم ببخشید. سپاسگزارم خانم دکتر ثابت عزیز. جناب نیستین، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. من فکر کنم اساساً با صحبتهای خانم دکتر میفرمایند مخالفت و مشکلی نداشته باشم. یه چیز کلی‌تری ایشون میفرمایند که کاملا درست است. درباره دانش و آگاهی میگن که باید پشت آزادی بیان حتما وجود داشته باشه، تقویتش بکنه، وگرنه به اندازه، یعنی به تنهایی راهگشای بشریت نخواهد بود. آره، ولی چون موضوع بس بیشتر راجع به خود آزاد بیان، ما اینو روی این زوم کردیم. یعنی ما فرض رو بر این، چون به نظر خیلی مسلم و بدیهی میاد دیگه، هر کس باید بتونه چیزی که میخواد بنویسه، بکشه، بگه. ولی عملا در جوامع زندگی کردیم و محیطایی رو تجربه کردیم، همچنان داریم تجربه میکنیم که به این راحتی هم نیست. یعنی همون سرمارشتم که خانم دکتر به درستی فرمودن که هیچ کس نخونده، همه سرش دارن دعوا میکنن، کس نمیدونن چی هستش این رمان، آیات شیطانی یا شرم یا حتی کتابای دیگرش رو. خب شما در ایران که نمیتونستید اینو داشته باشید، اگه میداشتید جرم محسوب میشد، ترجمهش با نام مستعار مترجم با بدبختی افسد میشد این منبر، حکم اگر دستش پیدا میکردن حکم ارتداد میشد. یه نکته مهم بالاخره هست، یعنی برای اینکه این دانش هم بره بالا، نمیگم شرط لازم و کافیه، ولی برای اینکه این آگاهی و دانش بره بالا، نیاز به جریان سیال اطلاعات و آزادی بیان به اندیشه هست. ولی اینکه آزادی بیان اندیشه به تنهایی برای ما روشنگری و روشنفکری و راه سعادت در مقام بیاره، خیر، نه، حق با ایشون هستش. داده های غلط، داده های اشتباه، نمیدونم کلی مین گذاری در مسیر اطلاع رسانی، تمام اینا چیزایی هستش که الان داریم به وفور میبینیم، توی فضاهای مجازی داریم میبینیم. من خودم راجع به همین اینا کلی میتونم صحبت بکنم که چه بلایی فضای مجازی سر اندیشیدن و اندیشه بشری آوردن، با عادت دادن ما به کم فکر کردن، به سریع تصمیم گرفتن، به سریع صفر و یک رو مشخص کردن. آره، همه اینا حقیقت داره، درسته، ولی یه مقدماتی داره که متاسفانه ما ازشون محروم بودیم یا هستیم، یا همچنان با اینکه در کشورهای مدرن‌تر با قواعد آزادتر زندگی می‌کنیم، خودمون یه جورایی این محدودیت رو در ذهن با خودمون همراهمون می‌بریم و دیگران رو مکلف به این محدودیت می‌کنیم. ولی که در کلیات موافقم. ممنونم. خیلی ممنون. یه نتیجه گیری از این بحثی که به نظر من، به ذهن من در واقع میرسه، اینه که اگر آزادی بیان وجود داشته باشه که همه ی ایدئولوژی ها
بیان بشن، گفته بشن و مطرح بشن، ناخودآگاه اون ایدئولوژی هایی که پایه و اساس درستی ندارن، از علم حالا بگیم برگرفته نشدن، ناخودآگاه به قول خانم دکتر چراغشون خاموش میشه. یعنی تا یه حدی، تا یه محدودیت، انگار که تعریف انقضا داشته باشه و بعد از این مدتی چون اساسی نداره اینها از بین میرن. ولی خب این شروعش احتمالا با یه هرج و مرجه که حالا بعد تا توی روا قرار بگیره و آروم بشه یه پروسه‌ایه که بالاخره باید طی بکنه. چیزی که الان صحبت شد و بهش برخوردیم، به نظر من اینجوری میشه بیانش کرد که آیا خود آزادی بیان هم میتونه مقدس شمرده بشه؟ یعنی یک سری هستن که این اخیراً ها هم همون دیدیم که خود روی خود آزادی بیان انقدر مانو میدیم که انگار خود آزادی بیان رو داریم میکنیم یک واژه مقدس، که حالا شاید نمیدونم تعریف درستی از آزادی بیان وجود نداره یا داره، یا اصلا من به نظر من آزادی بیان که خودش دو تا کلمه این کاملا واضح و مشخصه، شاید اصلا تعریف نداشته باشه. ولی آیا آزادی بیان تبدیل شده به مقدس سازی؟ حتی دوستشم که من اتفاقا یکی از مطالبی که نوشته بودم همین بود که ما وقتی از آزادی بیان یا آزادی اندیشه یا هر چیزی که با واژه آزادی چسبوندیم بهش صحبت میکنیم، خیلی منحرف شده، خیلی تحریف شده. یعنی واقعا خودش شده یه چوب، یه ابزاری برای کنترل یه سری آزادی های دیگه. بنابراین اینم باید حواسمون باشه. من خیلی موافق این مطلب هستم که یعنی چجوری میشه این کار کرد واقعا خود منم نمیدونم، ولی تشخیص این آزادی کاذب که به اسم حالا آزادی های یه پسوندی هم میذارن، یه چیزی هم میذارن پشتش و میگن، این از آزادی حقیقی واقعا سخته امروز تشخیص این دوتا از هم دیگه، چون اینقدر دستکاری میشه همه چیز که ما نمیتونیم واقعا بفهمیم اینی که الان دارن میگن، اندیشه که الان دارن میگن، آیا واقعا یه اندیشه هستش که به صلاح هست یا نه. وقتی میگم صلاح، یه تعریفی دارم براش و اونم تعریفش اینه که حداقل از لحاظ حقوق بشری، تعریفش اینه که به نفع جمعیتی بیشتری از مردم باشه، در حالی که امروز خیلی از اندیشه هایی که توی قالبای حتی مدرن داره به بشر معرفی میشه، یکیش اسمش آزادی بیان هست، در واقع به نوعی داره مردم رو کنترل میکنه یا مردم رو توی جعبه هایی قرار میده که به یه شیوه خاصی فکر کنن. مثلا یکیش اینه که اصولا به همه چیز با نگاه منفی نگاه کنن، یعنی ببینن که آها چجوری میتونن نقدش کنن، و این نشانه جز بخشی از نمیدونم چی میگن شیوه تفکر انتقادی میشه، به اسم این میاد جلو که بعد بکوبیم یه چیزی رو، خرابش کنیم، بگیم نکات ضعفش چیه. ولی آیا میشه بازم یه جور دیگه به این مسئله نگاه کرد؟ یعنی آیا ما میتونیم یه اندیشه رو قالبای دیگه پیدا کنیم؟ نمیگم همه قالبا رو میدونم، ولی یه قالب دیگه که میتونیم نگاه به اندیشه ها بکنیم اینه که چجوری میتونیم عزام‌شنای اون اندیشه رو مورد پرسش قرار بدیم، به جای اینکه بهش حمله کنیم، به جای اینکه نکات منفیش رو ببینیم، چطوری اون پیشفرضی که وجود داره رو مورد سوال قرار بدیم، یا اصلا از طرف بپرسیم پیشفرضی که شما برای این اندیشه دارید چی هست. اون موقع شاید بتونیم، حداقلش اینه که بتونیم مکالماتی که با همدیگه داریم متمدنانه تر و بالغانه تر باشه، تا اینکه فقط مثل این نمونه که یک گیاهی شما داشته باشید، برگاش زرد شده باشه، یه برگاش رو بزنید ولی نگاه نکنید ببینید ریشش خرابه. اینطوریه. بخاطر همین میگم پیشفرض رو باید مورد سوال قرار داد. خیلی وقتا از افراد اگه بپرسیم حتی خودشون نمیدونن پیشفرض اندیشه‌شون چیه، یا به قول آقای نیستانی داره از مدیا تغذیه میشه. حالا کدوم مدیا؟ بعدم اینم تو خودش بازم یه پیشفرضه، اگه غربی میگه درست در میگه، اگه شرقی میگه داره غلط میگه. میدونید این، من اینجوری فکر میکنم. بفرمایید.
نمیدونم چی بگم. اینکه به نظر خیلی با واژه‌ها بازی نکنیم، اینکه آزادی بیان بعضی میگن مقدسه، نمیدونم. به نظر من این وقتی ما راجع به آزادی بیان صحبت میکنیم یه وسیله است برای اینکه آدم‌ها راحت‌تر بتونن فکر بکنن بدون محدودیت، اون رو عرضه بکنن. میشه همونطور که همین الان ما داریم راجع به حدود آزادی بیان صحبت میکنیم و کسی ما رو محدود نکرده به اسم تقدس و آزادی بیان که چیز دیگه نگیم، من فکر کنم این جزء خود ماجرا هست، نمیتونه نقض خودش تبدیل بشه. چه استفاده ای از این حرف میخوایم ببریم که بگیم مثلا آزادی بیان مقدسه؟ فرض رو بر این بفرمایید به خاطر اینکه یه جای اشتباهی، یه راه اشتباهی، کار اشتباهی انجام بدیم، مثلا فرض کنیم بنده دیوار خونه شخصیم باشه، شما بخواید بیان روش یه حرفی رو بنویسین، خیلی حرف خوب، من بهتون اعتراض بکنم که دیوار خونه منه، من نمیخوام روش کسی چیزی بنویسه، خونمه، اونم بگه نه تو مثلا داری آزادی بیان مقدسه، تو داری مثلا اینو میشکن، نمیذاری من کارمو انجام بدم. خب این اینجا آره معنی میده، یعنی اینجا این حرف شما معنی میده، یعنی به نظرم استفاده ای که قرار از این ماجرا بشه باید ببینیم چیه، کجا قرار اتفاق بیفته، وگرنه همینطوری به اعتقاد من خیلی موضوعیتی نداره. یه چیز، یه پدیده، یه مسئله که به ما اجازه میده که ما فارغ از ترس، فارغ از نگرانی، فارغ از احساس گناه، فارغ از تمام اینها، امیدوارم همونطور که خانم دکتر گفت اگر دانشی داریم، اگر آگاهی داریم، آگاهی راجبش مطالعه کردیم، اون رو با دیگران در میون بگذاریم. میدونید کل ماجرای آزادی بیان این رو خیلی سختش نکنیم. سپاسگزارم آقای نیستانی و خانم دکتر ثابت عزیز. البته منظور خانم دژم هم دقیقا این نبود که مقدسش کردیم، منظور این بود که در شاید در بسیاری از جوامع دموکراتیک شعار افراد اون جامعه در مورد آزادی بیان به حدی باشه که بشه بهش اینجوری نگاه کرد که آیا به اون به عنوان یک حق مقدس نگاه میکنن یا خیر. میدونین چیه؟ یه چیزی هم من بگم، یه سری از مفاهیم و پدیده در کنار همدیگه باید کار بکنن تا اندیشه بشری شکل بگیره. اینا رو نمیتونیم تک به تک جدا هستن فقط شعار همون رو بدیم، کما اینکه وقتی راجع به دموکراسی اینو صحبت میشه همه راجع به رأی دادن حرف میزدن، اکثریت چون اینا در حالی که به تنهایی اصلا کار نمیکنه، یعنی اکثریت میتونه در یه مقطع زمانی خاصی تصمیم خیلی غلطی هم با همدیگه بگیره، یا میتونه خیلی خطرناک باشه این ایده که دموکراسی فقط رأی دادن هست، من که اکثریت یه قانونی رو تصویب بکنم، ممکن اکثریت بگن که آقا یه اقلیتی رو از دم تیغ بگذاریم، یه همچین اجازه ای دارن. ببین پس این اندیشه در کنار مثلا میگم مبانی و مفاد حقوق بشر و کنار یه سری مفاهیم دیگه با هم دیگه کار میکنه، امیدواریم که به ما یه راه بهتری رو نشون بده. اینی که تک به تک بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم به صورت سرطانی و اون رو تنها راه نجات و اهمیت فقط به اون اهمیت بدیم، میتونه خطرناک باشه، میتونه خیلی گمراه کننده باشه. سپاسگزارم. من حالا در ادامه صحبت شما عرض کنم که شاید مثلا بشه بتونیم بگیم که آزادی بیان حالا تو دنیای واقعی واقعا اونطوری که میگیم نیستش، به در واقع یه ساخت اجتماعی داره، در واقع معنی میشه هر اون اتفاقی که میفته یه جوری بر اساس اون اجتماع اون معنی میشه. شاید خیلی تفاوت داشته باشه اون مسئله آزادی بیان واقعی که مثلا ما عنوانش میکنیم. خب اگر که اجازه بدین من صحبت پایانی هر دو عزیز رو بشنویم. در ابتدا سرکار خانم دکتر ثابت عزیز، اگر صحبت پایانی داریم و یک جمع‌بندی یا نتیجه گیری داشته باشیم از شما ممنون میشم و بعد در خدمت آقای نیستانی خواهیم. خیلی خیلی ممنون از فرصتی که بود و باز شد که هم صحبت‌های جناب نیستانی و هم شما و ستاره خانم رو بشنوم. من در ادامه صحبت آقای نیستانی میخوام صحبت کنم. ببینید هر نوع آزادی، چه آزادی اندیشه، چه بیان، چه هر چیزی، باید که میگم به منظورم بایسته بودنه، نه باید
اجبار و زور نیست، بایسته است یا شایسته است که طبق چارچوب مفاهیم علم، چارچوب مفهومی که علم به ما میده، علمی که حالا هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، چه علم ساینس منظورمه، چه علم علوم اجتماعی منظورم هست، هر کدوم از اینا که فکر کنیم، باید بتونه تو اون معنا پیدا کنه، باید بتونه معنای خودش رو از قوانین اجتماعی زمان خودش، امروز که قوانین اجتماعی حتی فراتر از ملی هست، یعنی به صورت جهانی هم باید معنا پیدا کنه، یعنی نه فقط مفیدیت چی میگن، فایده بودنش برای یک کشوری که برای کل دنیا باید باشه، و همینطور باید بر اساس موازین اون خصائص انسانیت باشه. مثلا فرض کنید توش اون مراقبت از دیگری، یا فرض کنید احترام به دیگران، این دیگری که منظورم میگم نه که ما و دیگران نیست، منظورم اینه که وقتی تو این جمع نشستیم از خود من فراتر بره، باید بتونه، باید شایسته است که با این سه تا عنصر در واقع محدود بشه، یعنی معنا پیدا کنه. شاید کلمه محدود خوب نیست، وگرنه آزادی مخربه، آزادی زیان‌آوره، آزادی نیست، هرچی هست آزادی نیست، به قولن هرج و مرج. ولی اگر با این تو این سه تا محدوده، تو این سه تا عنصر، با این سه تا عنصر در واقع معنا پیدا بکنیم، میتونیم بگیم که داریم به یه جایی میرسیم، یعنی هم علم بر طبق علم باشه، هم بر طبق قوانین اجتماعی یا جهانی باشه، حالا ملی یا جهانیش، و هم بر اساس اصول انسانی یا اخلاقی، محور اخلاق باشه. بفرمایید. خواهش. من باید صحبت کنم. بله لطفا. من حرف اضافی بودم نداشته باشم، خیلی استفاده کردم از حرفای خانم دکتر، بسیار متین و درست فرمودند. فقط فکر میکنم اگر میخوایم که توی بحثای مکالمات و جدلها لااقل به این هرج و مرج دامن نزنیم، شاید یه راهش این باشه که خیلی اصرار بر اقناع همدیگه نداشته باشیم. این چیزی که خودم هم بعضا رعایت نمی کنم، دست به یقه میشم، چرا حرفمو قبول نمی کنن طرف هم یقه منو میگه، بعدم چیز میشه. من همچنان معتقد هستم که مهم اینه که حتی اگه در صحبت ها با همدیگه کنار نمیایم و همدیگه راضی نمی کنیم و نمیدونم به قول معروف با تیشم به ریشه فکر همدیگه میزنیم در عرصه تفکر البته و اندیشه، بعدش همچنان احساس کنیم که هموطن، همشهری یا بالاخره ساکنین محترم جامعه جهانی هستیم در کنار هم. سپاسگزار از هر دو مهمان عزیز، خیلی خیلی سپاسگزارم که امروز به برنامه ما تشریف آوردیم و از صحبت‌های شما استفاده کردیم. در واقع خب شعار ما میتونه این باشه که هدف ما زندگی صلح‌آمیز و دوستانه در سیاره حالا یا کره زمین هستش. امیدوارم که بتونیم در برنامه آینده هم شما دو عزیز رو داشته باشیم و استفاده کنیم از صحبت‌های شما. خیلی ممنون. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. روز شب خوبی داشته باشیم. وقتتون بخیر. زنده باشید. خوشحال شدم. خدا نگهدارتون. خدا. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.